بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و عرض ادب نثار شما محسن عزیز و دوستداران دنیای تکنولوژی معلوماتی. باز هم خوشحال هستم که در یک دوره کاملا جدید آموزشی در خدمت شما هستم، که ما شما الحمدلله دوره IPv4 کلان خلاص کردیم. اما مسائلی که از قسمت ابتدایی IPv4 بود تا به ادوانسش ما شما کلن بس کردیم و او را امرایی که دیگه ما شما خواندیم. دوره فعلی که هست در رابطه با سبنتینگ IPv4 است، که در این دوره آموزشی ما شما بالای مسائل سبنتینگ IPv4 بس میکنیم. یکی خود سبنتینگ چی است و سبنتینگ دارای کدام اهمیت میباشه و ما چگونه میتونیم که یک IP نتورک IPv4 سبنت کنیم و او را با نتورک های کوچک و نتورک های مختلف ما او را تقسیم بندی کنیم. البته دوستای عزیز، یک چند موضوع در این قسمت بر شما یادآوری کنم که قبل از اینکه شما این موضوع سبنتینگ را بخونین، البته هدف ما او مسئله است یا او دوستای ما هست که در قسمت IPv4 به طور کلی بلدیت نداره، اول شما در کل مکمل موضوع IPv4 را بفهمین که هدف از خود IPv4 چی است، ما چند کلاس داریم، در هر کلاس به چی تعداد ما نتورک داریم، به چی تعداد ما شما هاست داریم، و در قسمت خود امی IPv4 که است هدف از NID چی است، هدف از BID چی است و ما چگونه میتونیم که IPv4 را در قسمت کمپیوتر خود ما شما IP را اساین کنیم، هدف از سبنت ماسک چی است، /8 هدفش کدام کلاس است، /16 هست، /24 هست. اینی مسائل را شما کلن باید از یاد داشته باشین، بعدا باز بسیار به شکل ساده و شما راحت می باشین و میتونین که این دوره آموزشی سبنتینگ بسیار به شکل آسان یاد بگیرین و یک کار کنین. البته من مطمئن به این هستم که اکثرا از شما دوستا در رابطه با موضوع سبنتینگ در قسمت پنتون و در قسمت کورس، کسایتون که در بخش نتورک کورس خوندین، این موضوع رو شوندین و مطمئن هستم که اکثر از شما شاید سبنتینگ بفهمین و ایره کارم کرده باشین. البته موضوع دیگری که بر شما یادآوری میکنم که در سایر که در این دوره ما شما میخوانیم، در ضمن از اینکه من براتون در اینجا کار میکنم، در قسمت سلایدها کلن نوتا جور شدگی هستک، شما امی درس ها را که ما استپ با استپ میخوانیم در رابطه با سبنتینگ، شما یک کتابچه جداگانه را بگیرین، تماما امی مسائل را که من براتون در قسمت سلایدها ذکر میکنم شما این را نوت بگیرین و پیش خود کار کنین. اگر من یک مثال سبنتینگ کار کردم، دو مثال کار کردم، شما بیشتر از دو مثال سه مثال کار کنین. به خاطر از اینکه شما سبنتینگ خوبتر و بهتر باید از یاد بگیرین، به هر پیمانه که شما میتونین پرکتیس کنین، به مو پیمانه شما میتونین که مشکلات را که در قسمت سبنتینگ دارین و مشکلات رفع بسازین و بتونین که سبنتینگ واقعا به یک لیول بسیار عالی و یک لیول بسیار خوب شما را بفهمین. البته موضوع سبنتینگ ما در این بار هستم که اکثرا شما زمانی که در کورس خواندین یا در پنتون خواندین، شاید بر شما استاد به نحو تدریس کرده باشه یا شما به نحو یاد گرفته باشین که مشکل بوده باشه. یعنی هدف می است که شاید اکثرتون یاد نگرفته باشین یا سبنتینگ یک چیز خسته کن بر شما تمام شده باشه، چون بخاطر خود ما هم دیدیم که مثلا اکثرا استادای عزیز ما کس قسمه یا به نحوی تدریس میکنه که بر اکثر شاگردی خسته کن تمام میشه. اما این وعده ما به شما است که شما امی
درسای سبنتینگ ویدیوها را استپ بای استپ تعقیب کنین. انشالله مطمئن باشین که کسایتون که یاد ندارین مکمل سبنتینگ بسیار خوب یاد میگیرین، طریقه ساده و اود از دوستای ما که در سبنتینگ مشکل داره انشالله مشکلاتشون رفع میشه. و من باور هستم که شما ای لیست را تعقیب کنین، ای درس ها را، ای دوره آموزشی را. مطمئن هستم که انشالله در قسمت سبنتینگ شما هیچ نوع مشکل نمی داشته باشین. البته در این قسمت بر شما بگویم که خود سبنتینگ هستک پیرزی که تعریف شد براتون بگویم، اهمیت سبنتینگ براتون بگویم که ما چرا سبنتینگ می خوانیم و بالای سبنتینگ ما بحث میکنیم. خب اهمیت زیاد داره، اما چند اهمیت که آیز اهمیت زیادتر داره اونا رو ما براتون در این قسمت یادآوری میکنم تا یک شما هدف سبنتینگ بفهمین. بعدا باز ما میریم بخیر بالای سبنتینگ و ای که سبنتینگ ما چگونه کار میکنیم میره بخیر ما شروع میکنیم. البته یک موضوعی که در این قسمت قابل یادآوری هست ای است که هر مسئله که در قسمت خود کمپیوتر ساینس، ما هدف میونه مسئله کمپیوتر ساینس هست درس میخونه، خصوصا اود از مسئله عزیزه که در بخش شبکه یا بخش نتورک مثلا خلاقیت دارن و رشته خود امون نتورک یا شبکه انتخاب میکنن. پس منحیث یک مسئله که ما پنزه کمپیوتر ساینس یا بخش کمپیوتر ساینس هم میخوانم و بخش خود یا رشته خود نتورک یا شبکه انتخاب میکنم، پس لازم است که باید از موضوع آی پی آدرس و موضوع سبنتینگ آی پی آدرس باید از بفهمم. یعنی مسئولین کمپیوتر ساینس باید تاثیر بفهمه که هدف از سبنتینگ چی هستند و ما چرا آی پی نتورک خدا یا آی پی آدرس خدا ما سبنت میکنیم. به او خاطر است که مسئولین که در قسمت بخش شبکه درس میخوان باید از موضوع خود امی سبنتینگ باید از بفهمه. و موضوع دیگه که ما در این قسمت داریم، یعنی امو اهمیت دومه که در قسمت سبنتینگ سی است که زمانی که ما منحیث یک نتورک انجینر در یک دفتر یک سازمان ایفای وظیفه میکنیم، این لازم به این است که ما باید سبنتینگ بفهمیم، چون بخاطر زمانی که ما نتورک انجینر میشیم باید از ما سبنت کردن بفهمیم که مثلا ما چگونه میتونیم که آی پی نتورک خود سبنت کنیم و به نتورک های مختلف تقسیم بندی کنیم. و موضوع دیگه که ما در این قسمت داریم یا اهمیت دیگه که در این قسمت هستی است که زمانی که ما میریم، خب در این قسمتی رو براتون نشته کنم که گفتیم که خب یک بخشمو مثلا قسمت خود کمپیوتر ساینس استودنت هست که یا باید از بفهمن، گفتیم که یک چیز بخش هستی است و دیگه شمی است که بخش خودمون نتورک انجینر است ایره باید بفهمم. و سیم شو قسمتمون آنلاین اگزم است، مثلا آنلاین اگزم مثل کمپانی سیسکو یا همچون مثل کمپانی مایکروسافت و بعض کمپانی های دیگه هم است. ببین زمانی که ما بخوایم یکی از سرتیفیکیشن های کمپانی سیسکو یا مایکروسافت ما بخوایم که امتحان بدیم، امتحان آنلاین، در اون قسمت یک سلسله سوال های از اونو در رابطه با خود امی موضوع سبنتینگ می باشه. بخاطر از اینکه ما یک اسکور خوب بگیریم، یک نمره خوب بگیریم، به اون خاطر لازم است که ما سبنتینگ بسیار به مو طریقه ساده و آسان باید ما یاد داشته باشیم. و موضوع دیگه که در این قسمت است یا امو آیز اهمیت دیگه که در این قسمت است ای است که ما زمانی که میریم انترویو، مثلا شما میرین منحیث یک نتورک انجینر میخواین که در یک دفتر ایفای وظیفه کنین، در انترویو هیچ امکان نداره که در بین تماما سوالات که مرتبط به مو بخش شبکه میباشه از شما در رابطه با موضوع سبنتینگ پرسان نکنه، چون سبنتینگ یک موضوع بسیار دلچسب هم است و مشخصا میشه که در انترویو مثلا بیشترین سوال هم از قسمت سبنتینگ داشته باشن. قسم که خود ما چندین جایی که انترویو دادیم با سوالات در رابطه با موضوع خود سبنتینگ ما مواجه شدیم. به او خاطر یکی از اهمیت دیگه که در قسمت سبنتینگ هست این است که شما سبنتینگ زمان که یاد داشته باشین، در انترویو سوالات که در رابطه با سبنتینگ می باشه شما بتونید کورا موفقانه جواب بدین.
و موضوع دیگه که دیگه قسمت هستی است که اکثرا جایی که شما به شکل مثلا ریتن تست میتین بر شما سوالات میاره که در رابطه با موضوع سبنتینگ میباشه که شما اینی آی پی نتورک است، شما ایره بگیرین بر ما سبنت کنین یا به چند نتورک های دیگه ایره تقسیم بندی کنین. پس امی چند دلیل را که من دیگه قسمت بر شما یادآوری کردم بر ما نشان میده که سبنتینگ یک بخش بسیار اساسی و یک بخش مهم است که باید از شما ای را بفهمین و یاد داشته باشین. در هر جایی که شما برین من حیث یک نتورک انجینر، من حیث یک شخصی که در قسمت نتورک یا شبکه پروفشنال است، اکسپرت است و میفهمه، شما باید از موضوع خود آی پی آدرس و موضوع سبنتینگش باید از شما بفهمین. که انشالله این موضوع را در این قسمت خاتمه میتیم. در درس بعدی میریم بالای خود سبنتینگ بحث میکنیم و یک ما چگونه سبنتینگ کار میکنیم. بسیار زیاد تشکر از توجهتون، انشاءالله موفق باشین. تشکر از اینکه ویدیو را شما میبینین و لایک میکنین، کامنت و نظریاتتون اضافه میکنین و چنل ما را سابسکرایب میکنین.